آیا خیزش های مردمی به نفع مردم افغانستان است یا به ضرر شد؟ بعضی میگن که مردم دو گزینه بیشتر ندارند. یکی این که از خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی حمایت بکنند. دوم این که هیچ کاری نکنند و سرنوشت خود مفت و جفت به دست پرخون طالبا و تروریستا بسپارند. با درود و سلام فراوان خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی و قدیمی و همچنان شما عزیزانی که به تازگی به ما ملحق شدند آرزوی ما برای همه شما ای است که در هر جا و هر شرایطی که هستین همیشه قوی و با اراده و مصمم باشید اگر در شرایط خوب قرار دارین خوبی و لذت در زندگیتان مستدام و پایدار باشه. اگر خدای نخواسته در شرایط بد قرار دارین انشالله که هر چه زودتر شرایط برایتان بهتر شود و یادتان باشه که هیچ چیز در این دنیا ثابت نمیماند روزهای بد هم میگذره مهم این است که خود نبازیم و در برابر مشکلات مبارزه بکنیم در این برنامه ای کوتاه میخواهیم که در مورد خیزش ها و قیام های مردمی در افغانستان بر علیه کابوس به نام طالبا بپردازم و, و سعی میکنم که به دو پرسشی که در ابتدا مطرح کردم به صورت کوتاه و مختصر پاسخ را جستجو بکنم ببینیم که وضعیت از چه قرار است آیا طالبا که دوچار یک تفکر تکامل نیافته و بدوی هستند دوباره بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم خواهند شد آیا زمینه اجتماعی برای حاکمیت طالبا وجود داره با وجود اینکه مردم افغانستان تجربه تلخ از یک دوران تاریک و زشت و خونبار را تحت حاکمیت این گروه در خاطرات خود دارند با این وجود آیا طالبان شانس برنده شدن در افغانستان را دارند برنده شدن تنها در جنگ نیست آیا جامعه افغانستان و یک نسل جدیدی جدید و باسوادی که در طول این 20 سال اخیر به وجود آمده و مجهز به تکنولوژی اطلاعات هستند میتونه یک گروه واپسگرای بی‌سواد و گیرمانده در تفکر هزار سال قبل را تحمل بکنند اگر علاقه من به چنین موضوعاتی هستین پس این برنامه را تا آخر دنبال بکنید و اگر لایک و شیر هم بکنید که بخی عالی میشه شرایط مردم افغانستان متاسفانه اغلباً بد بوده همیشه یک نگرانی وجود داشته در دل هر افغانستانی با تاسف همیشه یک ترس و استراب و دلحوره وجود داشته چه برای خودش به عنوان فرد و خانوادهش چه برای کشور خودش افغانستان در سال 2001 با سرنگونی طالبا یک امیدواری برای مردم افغانستان به وجود آمد همه باور داشتند که دیگه گناه مردم افغانستان بخشوده شد و مردم افغانستان هم میتونن مثل مردمای های دیگه در دنیا یک زندگی آرام و انسانی و با عزت را تجربه بکنن. یک حس مشترک قشنگ و زیبای وطن و وطنداردوستی بین مردم در حال شکل گرفتن بود همه سعی میکردن که در آبادی کشور خود سهمشان را بگیرم از دولت و دموکراسی حمایت بکنم بچهای خود برای یک آینده بهتر به مکتب بفرستن، دروازه های مکتب و دانشگاه ها باز شد ده ها هزار خارجی ام از نظامی و ملکی در افغانستان خدمت میکردند و میلیارد ها صدها میلیارد دلار هم در این در این وقت در افغانستان سرازیر شد تا راه ها را بسازند پارک ها را بسازند مکتبا رو بسازند، زیر ساخت ها رو بسازن و در یک کلام همه تلاش میکردن تا زندگی را دوباره در جان خسته و کوفته و فرسوده افغانستان و مردم افغانستان باز بگردانند بله بدون شک که چالش ها و مشکلات وجود داشت و همیشه وجود خواهند داشت اما روی هم رفته یک فرصت طلایی تاریخی برای پایان دادن به جنگ و خشونت و وحشیگری و ایجاد ایجاد و تقویت یک فرهنگ مدنی و شهری وجود داشت اگر واقعا رهبران افغانستان به خصوص آقای کرزی و غنی کمی تلاش میکرد و کمی دل میسازند و به جای عشق ریختن برای طالبا و برادر خواندن اونا به مردم افغانستان فکر میکرد به جوانای افغانستان فکر میکرد به کودکان و زنان افغانستان فکر میکرد حال وضعیت شاید کمی بهتر میبود اما این فرصت طلایی متاسفانه در حال از دست رفتن است طالبا روز به روز قوی تر میشن مناطق بیشتر را تحت اشغال خود در میرن. در هر جایی که میرسن به جز انفجار و ویرانی و تخریب و ایجاد رعب باشد کار دیگه ای ندارن حال هم که نیروهای خارجی در حال خارج شدن از افغانستان هستند و حکومت هم انگار تصمیم جدی برای سرکوب طالبا نداره همین چند دقیقه پیش در جای خواندم که شورای امنیت ملی یک عملیات گسترده بر برای سرکوب طالبان در منطقه شکردره که از سوی فرماندهان خیزش های مردمی برنامه ریزی شده بود را لغو کردن دیگه فکر میکنم که کارد به استغان رسیده و مردم افغانستان هیچ راه و چاره دیگه ندارن جز اینکه خودشان سرنوشتشان را به دست خودشان بگیرن نه از خارجی ها امید داشته باشند و نه از دولت افغانستان ای روزا می بینیم که در جای جای کشور مردم از هر گوشه و کنار برمیخیزن و بر علیه طالبا متحد میشن این خودش یک کار خوب و یک خبر بسیار خوب و عالی و درخور است که در شرایط فعلی آفرین داره طالبا متاسفانه جز زبان زور به هیچ زبان دیگه نه علاقه دارن و نه میفهمن ما فکر میکنم که اگر به همین شکل پیش بره طالبا به زودی شکست خود خورد مثل دهه هشتاد اگر یاد شما باشد هشتاد میلادی که تمام مردم افغانستان بر علیه نیروهای شوروی شوروی سابق متحد شدند حالا درست است که عوامل دیگه پشت اون خیزش ها وجود داشت اما جنگ عملا توسط نیروهای بومی انجام شد حالا اگر تمام مردم افغانستان از تمام ولایات از تمام اقوام بر علیه دشمن مشترکشان که طالبا هست متحد شوند طالبا هم بسیار زودتر از نیروهای شوروی شکست نخورند و میگردند به همون جای اصلیشان خانه اصلیشان یعنی پاکستان اما در بین از این خوشحاله ها که از اتحاد انسجام مردم بر علیه طالب به وجود آمدن نگرانی های هم وجود دارد نگرانی هایی که فعلا مطرح است تکرار نیمه اول دهه 90 است یعنی پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در اواخر دهه 80 وقت نیروهای شوروی از افغانستان خارج شد در سال 1989 مجاهدین یعنی وقتی که مجاهدین پیرو شدن بعد مجاهدین هم به حال خودش رها شدن تنظیما و گروه های مجاهدین متاسفانه نتانستن که در اون چند سال در بر سر تشکیل یک دولت دولت همشمول به اجماع فکری برسند همو شد که جنگ و خانمانسازی شروع شد کابل کاملا ویران شد تمام زیرساخت‌های های اقتصادی و فرهنگی نابود شدند ده ها هزار نفر کشته و زخمی شد و میلیون ها نفر دیگه هم مهاجر از اونا کرده هم بدتر که همی گدودیا و جنگ و خشونت که در روز زمان جریان داشت باعث زایش همین غده سرطانی با نام طالبا شد که تقریبا سی سال است که جسم و روح افغانستان و مردم افغانستان را درد و رنج میتن این غده یا این پدیده زشت و شوم به نام طالب زایده همو ضعف فکری رهبران مجاهدینی اون وقت بودن که با خاطر خودخواهی و تکبر و بخل همدیگر تحمل نتانستن و در راستای ایجاد یک نظام همشمول و قوی با همدیگر کنار نیامدن ای شد که این نطفه نامیمون و بچگونی به نام طالب بسته شد کسایی که امروز از خیزش های مردمی ابراز نگرانی میکنن منظورشان دقیقا همون تجربه تلخ دهه نود است اما این حضرات یادشان رفته که خیزش های مردمی ممکن است در آینده مشکل ساز شود اما ما فعلا یک گروه مشکل ساز دیگر را به نام طالب داریم که عملا هستن و حضور دارند و مشکل می آفرینن. هر روز آدم میکشن هر روز تخریب میکنن هر روز ناامنی رو گسترش میدن هر روز ترور رو اختطاف میکنن گروهی که به هیچ ارزش انسانی باور ندارن و به خاطر امارتشان هر جنایت را که از دستشان بر, بر بیایه انجام میدن ما و شما در طول این چند سال شاهد هر نوع جنایتی که حتی غیر قابل تصور بود ما از این گروه دیدیم اگر مردم بسیج شوند بدون شک طالبا به زودی شکست خواهد خورد اما پس از شکست و نابودی طالبا کنترل نیروهای بسیج مردمی آسان خواهد بود مسئله این است سوال سوالی که باعث شده برای بسیار ها نگرانی ایجاد بکنه در،, در واقع همین است وقتی جنگ از کنترل از کنترول، از کنترل خارج شوه ده ها تا قمندان و رهبر و سرخیل به وجود می که هر کدامشان به اندازه یک بخش از طالبان میتونه مشکل ساز باشه همونطور که عملا در دهه در نیمه اول دهه 90 اتفاق افتاد در او طرف هم نگرانی تسلط طالبا هم تر از این نگرانی است. مردم افغانستان هم تجربه حکومت طالبا را داره و هم تجربه گدودی و هرج و مرج و جنگ های خانه خانه دهه نوود را به خاطر خود دارد. طالبا هم و یاد همه ما شما هست که چه وضعیت بر مردم افغانستان بر مردم مظلوم افغانستان آورده بود. تمام مکاتب در دوران اونا تمام دانشگاه ها در دوران اونا و مراکز بسته بودن یا به مراکز تولید و تربیه طالب و مخشوهی اونها تبدیل شده بود. یک متر جاده پخته در سراسر افغانستان وجود نداشت یک شفاخانه استاندارد در سراسر افغانستان وجود نداشت تمام مردم افغانستان برای تداوی ضعیفترین مریضی هم باید به پاکستان میرفت افغانستان با کمبود تبابت و با کمبود دارو و درمان و مسائل بهداشتی دچار بود و پاکستان هر آشغال را که تولید میکرد با عنوان دارو به خورد مردم افغانستان میداد زنان زنان افغانستان بدترین شرایط را در طول تاریخ تجربه میکردند هویت انسانی زن و دخترها از انسان به اموال مردها تنزل،, تنزل کرده بود حتی اجازه نداشتند که بدون یک مرد حتی با برقه از خانه بیرون برند چه رسد به درس و کار و فعالیت در جامعه ورزشگاه ها و میدان های فوتبال به قتلگاه و جای اعدام و قطع دست و پا تبدیل شده بود یاد همه ما شما هست از لحاظ سیاسی اقوام دیگه کاملا از دستگاه دولتی و قدرت بیرون رانده شده بودند. در سطح بیمللی افغانستان به یک مکان و لانه ترور و وحشت و دهشت و یک کشور کاملا منظوی تبدیل شده بود. و در یک کلام افغانستان را رسما طالبا به یک جهنم واقعی در روی کره زمین تبدیل کرده بودند که حالا روی همون پروژهشان فعالیت میکنن حالی هم مکاتب را ویران میکنن پایه های برق را انفجار میتن جاده ها را خراب میکنن تا افغانستان را دوباره به اون تاریکی فرو ببرن در 20 سال گذشته و از دست دادن این فرصت بینهایت تلایی تنها آقای کرزی و غنی مقصیر نیستند. رهبران اتحاد شمال به اندازه کرزی و غنی و عبدالله مقصر هستن رهبران اتحاد شمال همه و همه در این 20 سال به جای کار کردن مشغول زرندوزی و ساخت شهرک و حرمسرا و تولید تولید مثل و عیاشی و خریدن لباس ساعت مارکدار شدند از مردم فاصله گرفتن مردم را از یاد بردن و ساختارهای حزبی و مقاومت تقریبا کاملا فرو رفت. یکی از دلایلی که امروز طالبان در ولایتای شمال پیش میکنند هم همین است و این تقصیر تقصیر هیچ کسی نیست به جز رهبران تاجیک و هزاره حال مردم افغانستان متاسفانه در یک معضله قرار گرفتن در یک حالت انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفتن اگر خیزج های مردمی رو انتخاب بکنن شاید در نهایت این نیروها از کنترل خارج شدن و وضعیت خراب شود اما اگر طالبان انتخاب بکنن بدون شک و صد درصد و بلا فاصله وضعیت خراب خواهد شد همونطور که در بسیار جاهایی که تحت سیطره طالبا قرار داره میبینیم که وضعیت خراب است و افغانستان دوباره به یک جهنم روی زمین تبدیل خواهد شد در چنین وضعیت هر انسان عاقل همو گزینه را که شاید داره را انتخاب میکنه بنابراین چاره جز حمایت تشویق از نیروهای نیروهای بسیج مردمی نیست بدون شک که کلید اصلی جنگ در افغانستان در دست صاحبان اصلی جنگ است یعنی پاکستان و عربستان و هندستان و روسیه و آمریکا و کجا و کجا همه گوشت های دمی توپ افغان های از همه چی بخبر هستند که از روی جهالت و وحشت فقط هموطن خود میکشند و فقط وطن و خانه خودشان را ویران بنابراین مردم افغانستان اگر واقعا میخواین که تجربه تلخ حاکمیت طالبات دوباره تکرار نشه امروز هیچ چاره جز حمایت از این خیزش ها و بسیج مردمی از این نیروهای بسیج مردمی ندارم در کنار نیروهای حکومتی باید بر علیه طالب آوری سرکوب اونا تلاش بکن.